در دنیای متمدن، در جهان مدرن، زندگی مدنی، اخلاق مدنی میخواد، نه بدوی. در شهری که رحم نباشد، در شهری که ریباخاری و نزول فراوان باشد، باید منتظر عذاب الهی بود ها. اتفاقا نون ما خبرنگارا تو همین حرفایی که شما زدین، خودمون را تکان بدهیم تا خداوند ما را تکان نداده. باور کنید عزیزان من، روز حساب نزدیک است. حساب نزدیک است. از اینکه گفت روز حساب نزدیکه و اگر تکون نخورید خدا تکونتون میده، بدنم لرزید. حاج آقا، منظورتون از عذاب خدا همون زلزله است دیگه؟ نه زلزله همینجوری که نمیاد، یه علامه حتمی و غیر حتمی داره. چقدر عوض شدی حاج آقا. خوبه که آدم عوض بشه، عوضی نشه. شما باید برید توی مناطق چوب بندازید که به هر حال چه دیر یا زود زلزله میاد. اگر بیاد سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگه الکی و تصادفاً حرفش درست ادب در بیاد، ما باید چیکار کنیم؟ این آقا نوستراداموس نیست، غیب نمیدونه. دو تا خواب رنگی دیده، خواب نما شده. آخه با خواب که نمیشه این شهر به این بزرگی رو اداره کرد. دیدن فاصله کاخ و کوه، یعنی بالا شهر و پایین شهر، نیاز به چشم بصیرت هم ندارن. با همین چشم هم میتوانید. چطور تو زمان شهریار قبلی که مال اینا بود، همه چی درست بود، مملکت گل و بلبل بود، هیچ اشکال نداشت؟ اگه قرار عذاب الهی نازل بشه، اگه قرار زلزله بیاد، خب اون ور آب بیاد که مردم با یه مختصر لباس، اونم لباس دو تیکه، توی سواحل هم تو هم میلولن. آقا خدایی نکرده این شهر زلزله بیاد، یه آجر بیفته، آدم یک عمر ناقصه ها. حاجی سرشتی، حاجی خراب نکن، نزم هون ازرنا. شیشه ماشین من دودیه، من مردم رو میبینم ها، ولی مردم نمیتونن منو ببینن. شیشه های ماشینتون رو بدین پایین، با مردم ارتباطتون رو نزدیک کنین. بفرمایید که یک زلزله نیم ریشتری بیاد که حداقل این زمین رو سه تکون یا دو تکون، حاجی یه تکون بلغمه شرش رو بکنه بره، این مردم برن دنبال زندگی. فقط این راز بین من و شما باشه. زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر، بگذر تا خرابت نکند صحبت من.